Hello, dear friends. Hope you're doing fine. I'm Muhammad and in this video, we're gonna work on two tweets by CBS News. Salam alaikum. Aziz, omid varam hallatun khub poche. astam, in this video, we want to analyze two CBS from CBS. Minnesota commutes life sentence of man convicted of killing 11-year-old with stray bullet in 2002. Minnesota commutes life sentence of man convicted of killing 11 year old with stray bullets in 2002. Okay. Commute something. Commute something to replace one punishment with another that is less severe. Okay. commute something یا commute یعنی تخفیف مجازات جایگزینی یه مجازات سنگین با یک مجازات خفیفتر life sentence. life sentence the punishment of being sent to prison for the rest of one's life خب life sentence هم به معنی حبس ابد هستش convict convict to decide and state officially in court that somebody is guilty of a crime, especially after a legal proceeding. خب convict هم به معنی مجرم شناختن هستش که بعد از یک روند قانونی در واقع انجام میشه یا میتونیم بگیم محکوم شدن لغت آخر stray bullet stray bullet a bullet that after being fired from a gun hits an unintended target خب ستری بولت هم در واقع گلوله هستش که بعد از شلیک به هدف ناخواسته برخورد میکنه که حالا توی فارسی معادل دقیق نداریم که مثلا میتونیم بگیم گلوله سرگردان یا منحرف شده یا همچین چیزی رو میتونیم براش در نظر بگیریم گلوله که بعد از شلیک از اسلحه در واقع به یک هدف به طور ناخواسته برخورد میکنه استری بولت خب بریم سراغ تویت مینیسوتا commutes لایف sentence of man خب مینیسوتا میگه تخفیف میده که میوتس تخفیف میده لایف سنتنس یک مردی رو حبس اول یک مردی رو convicted of killing 11 year old که در واقع مجرم شناخته شده بود یا محکوم شده بود به قتل یک فرد 11 ساله with stray bullet با یک در واقع گلوله منحرف شده این 2002 در سال 2002 خب کاملش میشه مین حکم حبس ابده مردی که با گلوله منحرف شده فرد 11 ساله رو در سال 2002 به قتل رسون تخفیف میده به سراغ توییت بعدی Paris City Hall fined for hiring too many women under law aimed at fixing gender balance. Paris City Hall find for hiring too many women under law aimed at fixing gender balance okay fine means to make somebody pay money as an official punishment خب fine به معنی جریمه کردن هستش جریمه که شما در قبالش پول پرداخت میکنید مجازاتی که پول پرداخت میکنید gender the fact of being male or female especially when considered with reference to social and cultural differences, not differences in biology. خب جندر هم به معنی جنسیت هستش در واقع اون تفاوت جنسیتی که بین خانم و آقایان وجود داره از نظر اجتماعی و فرهنگی نه از نظر نظر بیولوژیکی یا در واقع زیستی بریم سراغ توییت پاریس سیتی هال یعنی شهرداری پاریس فایند فور جریمه شد به خاطر استخدام زنان بسیار زیاد under law aimed at fixing gender balance در واقع تحت قانونی که با هدف تعادل جنسیتی بود یه بار دیگه من کاملش رو میگم شهرداری پاریس به دلیل استخدام بیش از حد زنان تحت قانونی که با هدف تعادل جنسیتی بود جریمه شد خب بریم لغاتی که تا تو دو این دوتا تویت بررسی کردیم رو در قالب جمله ببینیم The death sentence was commuted to life imprisonment The death sentence was commuted to life imprisonment خب حکم اعدام به حبس عوض تبدیل شد یا حکم مرگ به حبس عوض تبدیل شد Death sentence میشه اعدام یا همون حکم مرگ He received a life sentence for his crimes. He received a life sentence for his crimes. یعنی اون به جرم جنایات خودش مجازات حبس ابد گرفت یا به خاطر جنایات خودش مجازات حبس ابد دریافت کرد. He was convicted of fraud. He was convicted of fraud. خب فراد به معنی کلاهبرداری هستش. He was convicted یعنی اون به جرم در واقع کلاهبرداری محکوم شد. اون به جرم کلاهبرداری محکوم شد. The next one he was wounded by a stray bullet. He was wounded by a stray bullet. میگه اون به خاطر اصابت گلوله منحرف شده مجروح شد. Was wounded ساختار پاسیف یا همون در واقع مجهول هستش. She was fined for speeding. She was fined for speeding. میگه اون به خاطر سرعت غیر مجاز جریمه شد. Was fined. باز هم ساختار مجهول هستش. و آخرین جمله traditional concepts of gender. traditional concepts of gender یعنی مفاهیم سنتی جنسیت. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه لطفا شما هم با این کلمات جمله خودتون رو بنویسید و برای ما توی قسمت کامنت بذارید خیلی ممنونم از اینکه تا انتهای ویدیو همراه ما بودید